در آمریکا شخصیت هایی بودن مثل پروفسور جیمز بیل، آقای ماروین زونیس، آقای ویلیام بیمن، آقای تام ریکس، اینا مقاله می نوشتن و در تمام این تلویزیون ها پدید می اومدن، کارشناس ایران بودن و شاه رو می کوبیدن. اشخاصی هم مثل آقای منصور فرهنگ، گایی ابراهیم یزدی از راه دور با اینا مصاحبه می کردن. خب جالب اینجاست، من وقتی آقای ماروین زونیس، چون دیدم بیشتر به اون گوش میکنن، البته جیمز بیل کارگردان اصلی بود با ریچارد کاتم، یعنی مغزها رو آماده میکرد. آقای ماروین زونیس یک کتاب نوشته بود در مورد ساختار الیت ایران. در فصل پنجم این کتاب که اتفاقا من یه مصاحبه دیدم، گفت آمدم و از آقای پاکرمان رئیس ساواک اجازه گرفتم، حتی رفتم پیش شاه، شاه خیلی مهربانه گفت برو بنویس، تحقیق کن درباره الیت ایران. همین در ایرانیان کم این ویدیو هست. آقای زونیس در اون کتاب در فصل پنجم شما نگاه کنید، می نویسه که در ایران ساواک از خانه های مخفی لیستی رو به دست آورده، این قضایا بعد از سیاه کله ها، که در اون اسامی 21 یا 23 نفر از سران نظام پهلوی باید ترور بشن. امیر عباس هویدا هست، ارتش بود خاتم هست، فردوست هست، اویسی هست، پالیزبان هست. اتفاقا بد نیست یک بار اینو ببینید اسامی رو. ریاضی هست، روحانی هست که اکثرا آقای خلخالی کارشون رو تموم کرد، یعنی زحمت همه رو کشید. پس میبینید هیچ چیزی به طور اتفاقی رخ نمیده. بنابراین این آقایونی که فکر میکنن خودشون انقلاب سازهای بازی بودن، نه، اونها بازی انقلاب سازها رو انجام دادن، مأموریت پادوهای انقلابی بودن. برای همین بسیار آسان باختن به خمینی. حرفی که یه شب من در یک مناظره تلویزیونی اینجا گفتم، حزب توده وقتی کیانوری آمد، یعنی بازی دیگری بود. آقای کیانوری فامیل بود با آقای سید حسین نصر، ولی بازی یه چیز دیگری بود، الهیات رهایی بخش بود. قرار نبود کمونیستا و توده‌ای ها بیان اون مملکت رو بگیرن، اونها باورشون شده بود، خود شوروی هم نمیخواست این کار رو بکنه. بنابراین وقتی انقلاب رخ داد، یک مجله بودم الانم هست مال آقای لروش، Executive Intelligent Review، من این رو پیدا کردم از 1978 این رو مطالعه کردم، دیدم در این یک کار جالبی انجام داد که بعدا شد کتاب به نام گروگان خمینی. در واقع در این مجله به شما توضیح میده، مقاله به مقاله. آقای مارک برمن هست که فوت کرد، ناگهان سکته کرد رفت، آقای روبرت درایفوس نوشته و چندین نفر. ببینید نوشته How the Club of Rome Planned Iran Devastation. Club of Rome، اینها اولین مأخذی بودن که توضیح دادن این یک پروژه جهانی بود و ایران در واقع لابراتوار بود. حالا چرا من اطمینان دارم این واقعیت داره؟ چرا همین بحث رو یک شب در رادیو انجام میدادم؟ چرا این نوشته گروه هایی که اگر تونی جان اون پرسپولیس هم، چرا که ایشون وقتی اینها رو می نویسه چه گروه هایی هستن؟ اولا چه قدرت هایی به هم ارتباط دارن؟ اوکی؟ دانشگاه ها، بانک ها، همه این مسائل رو اشاره کرده. یکی از جالبترین بحث هایی که در اون بود که مورد نظر من بود بدونم چه اتفاقی افتاده، کنفرانس پرسپولیس بود. یادتونه در ایران یک کنفرانس پرسپولیس افتاد، رخ داد، فکر کنم آقای منوچهر گنجی درش بود، آقای میلانی اسمش هست، بچه ها میتونن بیشتر توضیح بدن در اون. حالا من یه چیزی رو بگم، وقتی من در این مورد اشاره میکردم که در این کنفرانس اسپن همه کار رئیس آرکو بود، آقای اندرسن که رئیس اسپن بود، چرمن بود، بعد یک آقای دیگری داشت که اون بیشتر مخالف آقای سلاتر، جوزف سلاتر، اون مخالف کیسینجر بود، مثل جورج وال. جورج وال همه
کارهای کیسینجر رو رد میکرد. من در رادیو داشتم میگفتم که اینها آمدن در تهران از درباریون استفاده کردن، از الیت ایران، و نقشه نابودی ایران رو کشیدن. نمیدونم، هیچ کس هم نفهمید، چون اصلا بحث این بود. خب نه چپی ها نه راستی ها، هیچ کس توش نبود، درباری ها بودن. تو این مقالات و در کتاب ها هست اسماشون. جالب اینجاست، من وقتی میگفتم اتفاقا شعبان و فره به من زنگ زد، گفت دقیقا همینه و منابع فرانسوی به من گفته بودن آمریکایی ها در همون ضیافت میگفتن شاه رفته. شاه قبول نمیکرد. یک روز میتونی از خود شعبانو بپرسید، چون امروز مسئله تاریخ من دارم اینا رو میگم. برای همینم این مجله، حالا چرا این مجله اون موقع هنوزم اهمیت داره، اون زمان حتی گروه آقای لیندل نروش با آقای ریگان همکاری میکردن، مخصوصا در مسئله پروژه جنگ ستاره ها. حتی لروش در چندین مناظره سیاسی ریگان و کارتر کنار آقای ریگان بود. و جالب این که خود آقای ریگان هم اومد این رو گفت، گفت شما کردید شاه افتاد. گوش کنید. Criticized the president because of our undercutting of what was a stalwart ally, the Shah of Iran. And I am not at all convinced that he was that far out of line with his people, or that they wanted that to happen. The Shah had done our bidding and carried our load in the Middle East for quite some time, and I did think that it was a blot on our record that we let him down. Have things gotten better? The Shah, whatever he might have done, was building low-cost housing, had taken land away from the mullahs and was distributing it to the peasants so they could be landowners, things of that kind. But we turned it over to a maniacal fanatic who has slaughtered thousands and thousands of people, calling it executions. The ما باور نکردیم اینها فناتیکه. هنوز برای این کمدین ها کف میزنیم، هنوز میگیم خاتمی بهتر از خمینیز، خمینیز بهتر از روحانیز، روحانی بهتر از رفسنجانی، رفسنجانی بهتر. چرا؟ به خاطر این که جامعه الیت ما در واقع به نظر من رادیو اکتیویته شده، آلوده شده. اونهایی که در داخل سیستم هستن در واقع با رادیو اکتیو سبز گرفتاری دارن، آلوده شدن، نظریاتشون سرانجام برمیگرده. بولتن نویساشون نگاه نکنید، اکبر گنجی یا این آقای واحدی یا علی افشاری ناگهان یک مقالاتی می نویسن بر علیه رهبر. شما همیشه، چون من با سیستم شوروی بسیار خوب آشنایی دارم، از ناراضیانش گرفته تا سیستم امنیتیش چگونه کار میکرد، بنابراین همون کپی رو اینا برداشتن یک کپی بیرنگی رو ارائه میدن. ببینیم، باید از این متریکس عبور کنید. اینها از این پروژه سقوط 79 بهترین یا بالاترین سود رو و سرمایه رو ساختن، شوروی رو به زیر کشیدن. اتفاقا یکی از دوستان نازنین اینجا برای من نوشته که عمو مانو، دوست داشتم اسمش رو حتما بگم، حالا حتما پیدا میکنم خواهم گفت، نوشته عمو مانو خمینی با دلارهای آمریکایی و حمایت آمریکایی‌ها و غربی‌ها اومد. چرا یه دفعه پوز ضد آمریکایی گرفت؟ چون این بازی بود، قرار بود که کندن خندق‌های سبز مذهبی دور شوروی، حالا میخواد پاپ لهستانی باشه یا خمینی باشه. خمینی باید پوز ضد آمریکایی میگرفت که بپذیرنش. حیات پشتی شوروی بود، الهیات رای بخش بود. خود شوروی هم افتاد تو این دام، باورش شد من هم میتونم برنده بشم، یا من هم میایم و سهمی میگیرم از این بازی. نه، کار به جایی رسید، خود شوروی وارد یک دگردیسی شد. برای همینم وقتی همین آقای ریگان رفت در کنار اون دیوار، چرا من میگم همیشه دیوار نوشتار داره و صدا داره، و فریاد زد آقای گورباچف این دیوار رو به زیر بیارین، ببینید چگونه این دیوار اومد پایین. گوش میکنید. If you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open
this gate. یک قسمتی هم داره میگه آقای گورباچف tear down this wall. یک بار دیگه حتما گوش میکنیم تا پایان که ببینید میگه این دیوار رو بیار پایین. اتفاقا یک بانوی مغزابی داشت تزی رساله می نوشت در رابطه با آقای ریگان. گفتم ریگانومیک یا تز نئولیبرال ها یا پول باوران فاینهایگ و فریدمن رو فراموش کن. اوج کار ریگان در یک جمله بود آقای گورباچف این دیوار رو بیار پایین، و در واقع دنیا اول باور نکرد. 1985 در برنامه تلویزیونی آقای بیبیان بودم، منوچهر بیبیان نازنین در جام جم. اون روز تلویزیونی‌ها یه اعتباری داشتن، البته یه اشکالاتی هم داشت مثل امروز. امروز بیشتر نوع دیگری است. بگذاریم. در اونجا من گفتم 1985 بود، گفتم شوروی فرو خواهد ریخت، تجزیه خواهد شد، حزب کمونیست میره به زباله تاریخ. حتی استاد فرعی هم خندید، ولی بازیای جهانی خنده نداره. بازیای جهانی رو شما باید یک به یک هر حرکتی رو صد بار شاهد باشید، هر گامبی رو، هر واریانتی رو صد بار باید تکرار کنید، هر مقاله رو باید صد بار مطالعه کنید تا لابلای خطوط رو ببینید، اگر نه امکان نداره. ما متوجه نشدیم، یک بار قربانی شدیم، چرا که قرار بود نظام نوین جهانی بیاد. حالا هم قراره یک نظام نوین جهانی بیاد. در اینجا به کجا خواهیم رسید؟ هنوز پاسخش نیازی نیست بدیم. اما تینا آریا پرسیده که شما در برنامه ها دو بار گفتید کتمان، کتمان کردن ما ایرانی ها. دقیقا ما حتی در خانوادمون، فکرمون، اندیشه هامون رو کتمان میکنیم، در جامعه، در بحثای سیاسی. من کتمان نمی کنم، من از روز اول همین گونه حرف زدم. چرا؟ من طرفدار کسی نیستم، من دیوار تاریخ رو میخونم. همین، نه این کتاب نه اون کتاب آسمانی برای من اهمیت داره. وقتی میگم آسمانی یعنی همین کتاب هایی که ایدولوگ ها میذارن زیر بغلشون شب باش میخوابن. من مطالعه میکنم، من درباره موج نوع سینمای فرانسه مطالعه میکنم، اهل سینما نیستم، در سینمای آوانگارد ایتالیا مطالعه میکنم. چرا پازولینی کشته شد؟ قضیه آلدومورو بریگاردا چی بود؟ باید مطالعه کرد. آنتونیو نگری چی بود؟ چرا آنتونیو نگری یک روز رئیس بریگاردهای پدر معنوی تروریستای بریگارد سرخ بود، بعد ناگهان یک کتاب میاد در آمریکا پرفروش میشه؟ چرا؟ حالا هم یک کتاب در اومده به نام کاپیتال، به جای کتاب کاپیتال آقای مارکس. بخونید. و بعد همیشه من به بچه‌هایی که در فیسبوک هستن اشاره کردم و گفتم کتمان نکنید. هر اندیشه‌ای دارید اول فکر کنید، مطالعه کنید و ابراز بدید. اگر نه ما دوباره قربانی خواهیم شد.